استقلال این فصل نسبت به فصل گذشته رقابت ها در میان نفراتش خب خیلی تغییر عمده ای نیست. آیا استقلال با امیر قلعه نویی نتونسته نتیجه بگیره، با صمد مرفاوی تا کجا میتونه پیش بره؟ ببینید، استقلال امسال نسبت به پارسال دو تغییر داره. یه تغییر در جذب بازیکن بوده که من استنباطم بر اینه که در جذب بازیکن موفق تر از پارسالم بوده و جذب نیروهای کارآمدی مثل رضا عنایتی، مثل سید صالحی، مثل کیانوش رحمتی و حنیف عمرانزاده. خب یکی دو تا ستاره هم مثل میسن منی و پیروز قربانی از دست دادن. ولی در جام باشگاه استقلال در کورس قهرمانی لیگ بود ولی در جام باشگاه موفق نبود. ولی امسال نگاه میکنیم استقلال در لیگ موفق نبوده، در حذفی هم موفق نبوده، ولی در جام باشگاه شروع خیلی خوبی داشته. یکی از عوامل مؤثر در حضور موفق کلن چهار نمایندمون در جام باشگاه آسیا استارت به موقع بود، یعنی حضور همراه با برد، مسابقات با برد شروع کردن، جز تیم سپاهان که خب با بدشانسی اونجا مساوی کرد با تیم الشباب بود فکر میکنم. ولی امسال استقلال من فهم میکنم که چون استقلال عقبه خیلی خوبی برای مسابقات آسیایی همیشه داشته و در گذشته هم شما نگاه کنید، من فهم میکنم اعتبار فوتبال آسیا در کشور ما استقلاله و چون عناوینش هم اجازه میده که این اعتبار رو برای خودش داشته باشه. در کل استقلال امسال میتونه شانس حضور در دور دوم حداقل ابتدا به ساکن داشته باشه. خیلی متشکر آقای منصور از حضورتون در برنامه گزارش ورزشی. انشالله باز هم با شما در برنامه دیگه همراه باشیم. دوستان عزیز، تا ساعتی دیگر با برنامه گزارش ورزشی و بازی تیم‌های ذوب‌آهن و الاتحاد در عربستان از پخش شبکه جهانی جام جم همراه خواهیم بود. خدا نگهدار تا اون ساعت.